مجلس نمایندگان، از سختگیری در رد دوبار بودجه تا به سادگی تصویب کردن بودجه 1392. من میفهمم که تعداد وکیل صاحبا برای رخصتی عجله دارن، اما ما نباید کاری کنیم که حداقل در اون دنیا سر ما خم باشه. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با اکثریت تصویب شد. چند ساعت پیش از تحلیف اوباما، بایدن خودش را رئیس جمهور آمریکا خواند. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید. سرانجام طرح بودجه 1392 از سوی مجلس نمایندگان تایید شد. پیش از این نمایندگان دو بار طرح بودجه 1392 را به دلیل عدم توازن رد نموده بودند. اختصاص 86 میلیون دلار برای مصرف دفتر رئیس جمهوری و 582 میلیون دلار تحت عنوان کد احتیاط، عدم توازن در مصرف بودجه های ولایت ها و اختصاص 70 میلیون دلار برای کابل بانک از دلایل نمایندگان برای رد این طرح بود. اما در حالی که در سقف بودجه تغییر نیامده و تنها 1 میلیون دلار برای ساخت فرودگاه زابل و 0.5 میلیون دلار دیگر برای ساخت جاده در ولایت غزنی تغییر وارد شد، مجلس نمایندگان این طرح را تصویب کرد. من میفهمم که تعداد وکیل صاحبا برای رخصتی عجله دارن، اما ما نباید کاری کنیم که حداقل در اون دنیا سر ما خم باشه. ماده 81 قانون اساسی چی میگه؟ فقره دوم، هر عضو شورا در موقع اظهار رای مساله عمومی و منافع اولیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد. ایره مستقیم هم اینا نقص کرده و هم اونا نقص کرده. در بخش بودجه عادی 1392 مبلغ 196.327 میلیارد افغانی، بودجه انکشافی 157.750 میلیارد افغانی به حیث کل به تصویب گذاشته میشه. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با اکثریت تصویب شد. چرا طرح بودجه 1392 دو بار رد شد و چگونه امروز این طرح به تایید رسید؟ مصطفی مستور معاون وزارت مالی افغانستان و سیف الدین سیحون استاد اقتصاد برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای مستور، چگونه با این سوال آغاز بکنیم که دو بار این طرح رد شد و بار سوم با این سادگی از مجلس گذشت؟ در قدم نخست سلام با شما و سلام به بیننده های عزیز برنامه خوب فراخبر. خب خود بود که این سوال از یکی از نماینده های مجلس میکردین، چرا ما از طرف حکومت فکر میکنیم که آخرین موضوعات و آخرین بحثایی که ما داشتیم با نماینده های محترم مردم، بالاخره قناعتی از اونا را فراهم کردیم که آخرین امکانات خود ما به کار بسته بوده و بیشتر از این نمیتونستیم در بودجه از نظر تکنیکی تغییرات بیشتر بخصوص در بخش مصارف بیاریم. بنان ما فکر کردیم که فکر میکنیم اینمی دو سه روز بحث آخری که با اونا داشتیم قناعت اکثریت وکیل صاحبا فراهم شد که ما از اونا اظهار سپاس میکنیم که در موقع بسیار خوب بودجه را منظور کردن. حالا چه تغییرات کلی برای اینکه دوباره این بودجه رد شد، برای پس از اینکه بار دوم رد شد چه تغییراتی در این بودجه وارد شد؟ تغییرات کلی که چندین بار دوستا با او اشاره داشتن، صحبت‌های بسیار زیاد صورت گرفت و به دلایلی که چرا ما بودجه را در نظر گرفته بودیم و چرا نگرفته بودیم بعضی مسائل اونا با اونا صحبت شد، ولی در قدم آخر بخصوص در پروژه های بسیار بزرگ ساختمانی یا زیربنایی، چیزی که تاکید بیشتر نماینده های محترم مردم بود، بخصوص پروژه زیربنایی سرک شرق به غرب از طریق بامیان، چغچران و گردن دیوال، بالاخره وزارت مالیه پیشنهاد مشخص را به ارتباط به نماینده های مردم پیشکش کرد که از کمک های بلایی و از ما یک پروژه بزرگی را که حدود 800 تا 900 میلیون دلار ارزش داره ما نمیتونیم از کمک های بلایی وزور تمویل بکنیم و عواید خود ما هم به او اندازه نیست که تمویل بکنیم، و اگر ما به حدود 10 20 یا 30 تا 50 میلیون دلار هم در هر سال ما به بپردازیم، این 16 17 سال را در بر میگیره.
پیشنهاد ما این بود که اگر برای تو پروژه ها پارلمان کشور اجازه اخذ قرض را میدن که پروژه های بنیادی و حیاتی است و پروژه هایی است که بازدهی بسیار خوب داره، بنان میتونه که وزارت مالیه با مذاکرات با دونرها بعد از مطالعات عملی پروژه ها ما بریم به قرضه بپردازیم و بالاخره بعد از اخذ قرضه اینا رو شامل بسازیم. من فکر میکنم که این موضوع سبب شد که نه تنها پروژه گردن دیوال بلکه 4-5 پروژه دیگه را که اونا پیشنهاد داشتن، از جمله بند برق کنر، بند کوکچه، بند کیلگای، بند بخش‌آباد، خطوط آهن، وصل خطوط آهن با کشورهای همسایه، چیزایی بود که اکثرا با کمک بلای وز نمیتونه که تمویل شود و اگر نمایندهای مردم خواهان ایتو پروژه ها هستن ما میتونیم که تنها به وسیله اخذ قرضه ای کار بکنیم که من فکر میکنم که بعد از ای که ایتو رک پیشنهاد خدمتشان تقدیم شد قناعت از اونها حاصل شد و بالاخره ولی مسائل جنجال برانگیز جای دیگری بود که در ابتدا هم گفته شد که مصارف دفتر رئیس جمهوری، کد احتیاط، عدم توازن در بودجه ولایت ها، اختصاص پول برای کابل بانک که بعداً روی این بس برخواهیم گشت. آقای سیون شما فکر میکنین که واقعا چه چیز قناعت نمایندگان را برای بار سوم برآورده کرد که با چنین عجله و شتاب این بودجه این بار تایید شد؟ و البته بعد نمایندگان بر واقعیت های موجود بودجوی افغانستان باید توجه بکنن، ملتفت باشن و او این هست که افغانستان دست بازی هم نداره برای تامین مثلا بودجه های توسعه‌ای و حتی بودجه عادی خود. این به این معنی که ما 80% بودجه توسعه‌ای مان بیشتر متکی به کمک هاست و 40% بودجه عادی هم بازم مبتنی بر کمک های توسعه‌ای است. ما در اقتصاد با محدودیت یک بحثی داریم برای محدودیت منابع. وقتی که کشور یا انسان ها با محدودیت منابع مواجه باشند بالاخره خیلی خواسته ها و خیلی آرزوهای انسانی است که نمیتونه تحقق پیدا کنه. چیز دیگه ای که هست که نمایندگان شاید در جریان چندین سالی وظایفشان به یک چیز ملتفت شده باشند و اونی که بودجه سازی در افغانستان بر مبنای بخش هاست، سکتورها هست، سکتورهایی که وزارتخانه‌های مربوط پروژه ها و به اسلام و اولویت های اقتصادی و اجتماعی و پروژه های کلان خود اینا اتخاذ میکنن. اینها بالاخره اصلا فرصت ها و امکانات هم در هر ولایت فرق میکنه. به این معنی که ولایتی که در مرز هستن، یعنی بحث شما میگین بحث عدم توازن را که نمایندگان مطرح میکنن بحث عدم توازن درست است، اما در کجا درست است و در کجا اشتباه است باید اینا را تشخیص بدیم. بحث عدم توازن در جای درست است که ما وقتی که مثلا فرصت ها و امکانات و ظرفیت های پروژه سازی را در بین وزارتخانه میبینیم، وزارتخانه بنا بر اولویت ها و پروژه هایی که است، وزارت بالاخره معادن صنایع باید میسی عینه کرد در برنامه خود داشته باشه، وزارت ترانسپورت باید ترانزیت و انتقال کالا را از بنادر داشته باشه، بالاخره توسعه جلال آباد با کنر، توسعه مزار با سمنگان، توسعه هرات با بالاخره بادغیس تفاوت میکنه، اینا طبیعی هستن. اما بحث بر سریسه که نمایندگان هم بر منطق یا استدلال داشتن به اینه که بودجه افغانستان متاسفانه با محدودیتی که انظر منابع هست با بعضی دشواری های به اصلا چیز مواجه ساخت داره. به اینه که افغانستان انظر سیاسی یک نظام محافظه کار است. حالا بیشتر نمایندگان استدلالشان این است که بعضی ولایت ها از چشم دولت افتاده عملا و اینها به عنوان شهروندان درجه سوم هستند، به اینها توجه نشده و بر بعضی ولایت های دیگر که بودجه بیشتر اختصاص داده شده. سوال بر سر این هست که اولا باید اگر وقتی بودجه اختصاص داده میشه باید برای تمامی این ولایت ها که مساوی باشه، باید ما حالا که منبع هر جای باشه چه خارجی و چه داخلی تفکیک کنیم. تفکیک باید این تو صورت بگیره که پروژه هایی که بیشتر زیر ساختی هستند، این پروژه های زیر ساختی عمدتاً بالاخره بر فرصت‌ها و امکانات ولایتی استوار هستند. اما این بحث ما به این معنی نیست که ما توازن منطقه‌ای و توسعه اجتماعی و توسعه انسان مدار و پایدار از منظر بودجه سازی محو کنیم و این را نادیده بگیریم. بله، ما به طور مثال جاده سازی روستایی داریم و همچنین توسعه زیر ساخت‌های اجتماعی داریم، معارف داریم، صحت داریم، به طور مثال اشتغال زایی داریم، خیلی از این فرصت‌های دیگه داریم که با تأسف فراوان بنابر محدودیتی که از نظر بودجوی وجود داره یک و از طرف دیگه بازم عرض کردم که افغانستان از نظر سیاسی یک بیشتر دید محافظه‌کارانه از نظر سیاسی و فرهنگی داره، اما از نظر بودجوی کاملا به اصطلاح دیدش بسیار زیاد مدرن است. یعنی در حقیقت بودجه ما یک بودجه است که بر اساس دید اقتصادی نیولیبرال در حقیقت
ولی آیا همخوانی داره با واقعیت های موجود در اینجا؟ نه همخوانی به خاطر نداره که بودجه محدود است، بودجه از نظر امکانات بر پروژه ها تمرکز داره، بودجه از نظر به اصطلاح توانایی ها بیشتر بر پروژه است. از طرف دیگه وقتی که ما میبینیم نیازمندی ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی افغانستان بسیار فراتر از این بودجه محدود است، از این بود خیلی از این چیزها متاسفانه در اینجا هدر میره. به این معنی که به طور مثال در بودجه مشخصه مثلا مسئولیت اجتماعی 1% به اصطلاح کل بودجه را اختصاص دادن، با وجودی که افغانستان از نقطه نظر مثلا آسیب های اجتماعی که بهش داره در از این آسیب ها بالاخره زیاد باید بودجه به اقتصاد داده شود. اما باز هم عرض من این هست که نگاه محافظه‌کارانه و نگاه به اصطلاح نئولیبرال در بودجه سازی ما که البته ساختاری که از آغاز بود، حالا من مسئولیت این را به دستگاه سیاسی افغانستان هم حواله نمی‌کنم، از آغاز بودجه سازی افغانستان طوری شد که بیشتر اختصاص یا بر مبنای پروژه های خاص و مشخص، و از طرف دیگه خیلی بودجه هم به یک بودجه امنیتی است در حدود 60% 70% مثلا اینا اصلا خب البته بودجه عادی ما بیشتر از امنیتی است. از نظر توسعه‌ای بودجه توسعه‌ای ما هم خیلی از نظر توسعه‌ای به طور مثال زیر ساخت‌ها از منابع مثلا طبیعی و اینا این نسبت به پارسال بسیار زیاد روی کردی مثبت نشان میده. اما به هر وسیله نمایندگان افغانستان باید دریافته باشند که واقعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان کشوری هست که مبتنی است بر کمک‌های بیرونی، و کمک‌های بیرونی هم بالاخره بسیارش غیر اختیاری است، در حدود 60-70% چیزایی هستند. ولی استدلال بیشتر نمایندگان روی مسائل حادی مثل این که اختصاص پول برای دفتر رئیس جمهوری و این مسائل است. اینا دقیق هستند. بعد اینا آقای مستور در این موارد چرا تغییری وارد نشد و اصلا چرا این اختصاصی که حالا 86 میلیون دلار برای دفتر رئیس جمهوری، 582 میلیون دلار تحت عنوان کد احتیاط کنم در اختیار رئیس جمهور است، این مسائل برای چی؟ استدلال میکنن که دو قوه دیگر هم اگر یک جا جمع بکنین برای به اندازه مصرف رئیس جمهوری دفتر رئیس جمهوری نمیشه. اگر با واقعیت بودجه مد نظر این نظر انداخته شوه به او اندازه که بعضی از وکیل صاحبا میگفتن به این اندازه بر ریاست جمهوری پول اختصاص داده نشده، و از طرف دیگه چیزهای دیگری که در شامل بودجه ریاست جمهوری میدانستن اصلا او به بودجه ریاست جمهوری ارتباط نداره. مثلا دارنش های شورای وزیران جایی که بر علاوه از او به معاونین رئیس جمهور میپردازه، جایی که ما ریاست دهم امنیتی که حفاظت رجال برجسته انجام میده، شورای امنیت ملی، به می ترتیب کد 91 که کد پالیسی است، اینا هر کدامش اجزای مختلف و جداگانه است که به دفتر ریاست جمهوری ارتباط نداره. و در داخل خود تحت کود ریاست دفتر ریاست جمهوری ما اینمی ریاست دفتر و ریاست محافظت رجال برجسته یا ریاست ده شامل است. ولی اگر ببینیم من فکر میکنم که متناسب با کشورهای منطقه، متناسب با کشورهایی که در حال مثل افغانستان هستند، ما کمترین بودجه را به دفتر ریاست جمهوری داریم. افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار داره. اوتر هفته نیست که یکی از اعضای بلند رتبه به سطح رئیس جمهور یا صدر اعظم کشورهای مختلف نبیه، وی همش مصارف گزاف کار داره. به می ترتیب خود رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور سفرهای مختلف به کشورهای مختلف جهان دارن، همش مصارف کار داره. به می ترتیب بخشای دیگه که بخش امنیتی و بخش شورای امنیت است. من فکر می کنم که 0.9% بودیجه وقتی که به دفتر ریاست جمهوری ارتباط میگیره و بخشای مختلف دیگر هم که اونا شامل ازی کردن، اصلا در مقایسه با مصارف ریاست جمهوری در کشورهای مختلف دیگر نیست. باید این سنجیده شد بر اساس مصارفی که در سایر نهادها در افغانستان مصرف میشه، تا اینکه مصارف ریاست جمهوری افغانستان با یک کشور مانند کشورهای اروپایی مقایسه شود. خب من با کشورهای اروپایی مقایسه نمی کنم افغانستان، ما با کشورهایی که در منطقه قرار داره و کشورهایی که از نظر اقتصادی همانند افغانستان هستند. ولی هیچ چیز اضافی نسبت به بودجه سالهای گذشته ریاست جمهوری در روز دیاد به عمل نیامده، به می خاطر است که ما گفته میتونیم که یک بودجه یعنی بسیار کم، و از طرف دیگه ما یعنی بسیار سختی میتونه ریاست جمهوری یا دفتر ریاست جمهوری این بودجه را ختم سال یعنی تنظیم بکنه.
و من فکر میکنم که این موضوع بعد از صحبت های بسیار زیادی که ما با او دوستایی که از پارلمان ایره عنوان میکردن داشتیم بالاخره او به اینا قناعت کردن. واقعا این شما یک عدالت را در اینجا میبینین، یک توازن را میان این آنچه که بر ریاست جمهوری تعلق گرفته بودجه و بسایر نهادها؟ خب البته بودجه افغانستان هم رقمی که من عرض کردم یک بودجه است که محافظه کارانه است، یعنی به این معنا که خیلی روی کردی توسعه انسان مدارانه و فقر زدایانه نداره و از طرف دیگه در ماهیت امر بودجه بسیار تفصیلی نیست، به این معنا که بودجه طوری تنظیم می شود که فقط اعداد ارقام است، یعنی بودجه بسیار تفصیلی نیست، بودجه توضیحی نیست. من معتقد هستم که حتی با وجودی که خب مساعی وزارت خانه ها یا وزارت مالیه برای تنظیم بودجه از نظر شکل بودجه، از نظر ارائه بودجه، از نظر تنظیم بودجه، من به عنوان استاد اقتصاد میگم که بسیار بودجه است که از نظر معیار، از نظر شکل بندی، از نظر تنظیم کاملا استاندارد است، یعنی بودجه علمی است. اما بحث بر سر اینه که در روی کاغذ، بله، اما بحث بر سر اینه که وقتی که این بودجه، مثلا اگر بودجه عادی را در نظر بگیریم، این بودجه عادی، من با قاطعیت و با صراحت گفتم میتونم که این مسئولیت وزارت مالیه نیست، این مسئولیت هیچ نهاد دیگه نیست، این مسئولیت نگاه و فلسفه اقتصادی دولت و نگاه محافظه‌کارانه است که بر افغانستان ساری جاری شده است. 50% به باور من بودجه عادی افغانستان، اگر ارقام شاید ارقام تحقیقی نباشه که من رفته باشم سروی کرده باشم، اما من با قاطعیت و روشنی میتونم گفتن که 50% بودجه افغانستان صرف معاشای به اصطلاح آنچنانی افراد اشخاص میشود که معاشای بلند 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 مامورین بالا چی میشه بلند رتبه میشود که معاش 200 هزار دلاری شروع 200 هزار افغانی شروع تا $1,000 و معاش کسانی که در حقیقت 60% کارمندان یا 70% در تشکیل میتر دستگاه دولتی افغانستان از بودجه عادی کسایی هستند که به طور اوسط 10,000 افغانی ماهانه معاش دریافت میکنند. از این بابت هم که عمیق شویم، بودجه متناسب عادلانه و توسعه به اصطلاح با روی کرده به اصطلاح فقر زدایی اینا نیست. و از همه مهمتر، من عرض کردم که به طور مثال چطور بودجه در افغانستان میتونه این ملاک و معیار قرار بده که مثلا برای وزارت زنان $400,000 برای مثلا زیر ساختای در نظر گرفته شود، چطور بودجه است که در با وجودی که آقای مستور و همه این کسانی که ما در اینجا بحث میکنیم، ما اعتقاد داریم که زنان و مردان جامعه یک دو بازو یا دو جزی از جای تجزا هستند، چطور در بودجه افغانستان هیچ نشانه یک نموده از این نیست که زنان سهمشون در این چند است؟ سهمی وسیله توسعه ولایات، خب گیریم ولایات عقب مانده، درست است که ما ظرفیت های از نظر توسعوی، از نظر پروژه‌ای برای ولایت نداریم، اما ولایت به عنوان یک شهروند این کشور حق داره که از مواهب و امکانات بودجوی افغانستان بهره بگیره و بودجه طور توزیع شود که از نظر البته زیر ساخت های کلان اجتماعی هم اقتصادی هم نباشه، از نظر اجتماعی و فرهنگی مثل فرصت های وجود داشته باشه که بعد اینا متوازن باشن. این نگاه ها به باور من دقیق هستن، ولی ما باید بپذیریم که دشواری ها و نگاهی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهادهایی که به ما کمک میکنن و مشوره میدن اونها هیچ چیز بر نمیتابن. ما باید آگاه باشیم از این سیاست ها و استراتژی ها. وقتی که فلسفه سیاسی و اجتماعی یک دستگاه را شناختین، باز اونجا پیامدهای اجتماعی نتیجه شما میگین که این خرج به اندازه دخل نیست، حالا در بودجه یک چیز در نظر گرفتم. نه من دیگه چیز بگم، من میخوام تو عرض کنم که نگاه دستگاه سیاسی ما آنچه هست که در بودجه تراوش میکنه و این معنا که دید محافظه‌کارانه، دیدی که بالاخره یک دولت توسعه‌گرای نیست، یک دولت با رفاه اجتماعی نیست، یک دولتی با بنیادها و نهادهای اجتماعی نیست. به طور مثال من درست است که من بپذیرم که مثلا مصارفی به طور مثال مثلا کارمندان عرصه دولتی یک ضرورت است، ولی یک الگو یک مدل مصرفی کشورهای پیشرفته را ما در افغانستان تعقیب می‌کنیم. اما در افغانستان ببینید ما هزارها مردمی داریم که در روی سرک گداها هستن، در حقیقت یک دهنکجی است برای اینا. چرا یک بودجه نباشه که حداقل اینا از نظر تامین اجتماعی بالاخره ما اینا رو حل بکنیم؟ از بعد من بودجه رو یک مقدار محافظه‌کارانه میدونم، اما از نظر ساختش، از نظر ارائهش، از نظر ترتیبش، از نظر اون محدودیتایی که مثلا افغانستان به حساب با کمک‌های خارجی متکی به او است و بودجه است که در بعضی موارد 100% متکی به کمک بیرونی است، از این بابت این بودجه را نمیتونم که به حساب من عطیف بدانم که این بتونه با همه نیازها پاسخ بده.
آقای مستور چرا یک چنین بودجه محافظه‌کارانه که هر سال هم با پاسخ رد مجلس مواجه میشه چند بار؟ خب من اول نظرم این است که محافظه‌کارانه نیست. در یک بودجه 6.8 میلیارد دلاری یا تقریبا 7 میلیارد دلاری زمانی که ما 1 میلیارد از زیر زیربنا و مرابع طبیعی اختصاص میدیم، زمانی که اضافه از 1 میلیارد از زیر تناور معارف و رشد تحصیلات عالی ما به مصرف میرسانیم، زمانی که بالاتر از 500 میلیون از زیر تناور زراعت و انکشاف دهات به مصرف میرسانیم، یعنی نشان میده که حدود 35% تا 40% از این تنها در بخش های بسیار توسعه‌ای به مصرف میرسه. مشکل اینه یعنی منابع اصلی میره به منابع امنیتی در افغانستان. اینا لو مکتب میگه که صحیح گفتن. درست است که در حدود 3 میلیارد دلار ما تنها برای امنیت میره. اگر ما مشکلات امنیتی نمی داشتیم به مراتب می تونستیم خوبتر به زیربنا کار کنیم، ولی در همین حالت فعلی هم وقتی ما میگیم که 1 میلیارد دلار ما تنها در وزارتخانه های فواید عامه، انرژی، مخابرات و ترانسپورت و انکشاف شهری به مصرف میرسه، این شدیداً اشتغال زاست، به هیچ وجه محافظه‌کارانه نیست. وقتی ما میگیم 1 میلیارد ما در معارف و تحصیلات عالی و تحصیلات تعلیمات تخنیکی و حرفه‌ای به مصرف میرسه، اصلا محافظه‌کارانه نیست. به می ترتیب 500 میلیون ما که تنها به زراعت و انکشاف دهات به مصرف میرسانه، شدیداً اشتغال زاست. میایم در مورد دوم صحبت شما که چرا منجر میشه به هر سال به رد بودجه. ما اینطور فکر میکنم که به نحوی که در قانون اساسی ما آمده و به نحوی که در قانون اداری امور مالی و مصارف ما آمده، این زیادتر مشابه است به سیستم های پارلمانی. یعنی در جایی که حکومت از اکثریت پارلمان آمده و اولویت یکی است و پارلمان تنها مسئولیت رد یا تصویب بودجه را دارد، در حالی در سیستم های ریاستی معمولا مذاکرات قبل از بودجه یا بعد از بودجه موجود می‌داشته باشه. استدلال برخی از نمایندگان این است که در یک تنگنا قرار می‌گیره مجلس نمایندگان، این بودجه فرستاده میشه و پس از اون معاشای کارمندان دولت هم معلق است و وزارت شما هم میگه که اگر این بودجه پاس نشه از مجلس، خب مشکلات پیش خواهد آمد و در این تنگنا نمایندگان هم حالا بر خودشان یک کفش می‌دوزن. من کاملا با اونا موافق هستم. من مطمئن هستم که این یک ناگزیری قانونی است. ما قسمی که پیشتر گفتم در اکثریت سیستم‌های ریاستی یا قبل از بودجه تقریبا 8-9 ماه قبل از بودجه پارلمان با حکومت میشینه، اولویت‌ها رو با هم بررسی میکنن، اولویت‌ها رو با هم قیمت گذاری میکنن، بعد از او میان حتی نه تنها در بخش مصارف بلکه پارلمان در او جایا در بخش عواید هم میگه که خب اگر توی قواعد دارید اضافی ازیره یا بری قرض باید بگیری یا باید بری پول چاپ بکنی یا بری اساسیه یا جایداد بفروشی یا از این دیگهش ماتر میشین، بالاخره به توافق میرسن. بودجه که پارلمان پیشکش میشه بودجه توافق شده قبلی است. سیستم دوم که در بسیاری کشورهای دیگر رواج داره سیستم است که بعد از اینکه بودجه پارلمان رفت، وقتی کافی داره پارلمان و حکومت که با هم به موافقه برسن. در قانون اساسی ما گفته شده که بودجه به صورت کل یا تصویب میشه یا رد میشه، که یک ناگزیری بسیار جدی است و از این خاطر است که هر ساله ما حداقل یک بار رد بودجه را انتظار داریم و حداقل در سال آینده ما پیشنهاد ما است که با پارلمان صحبت کردیم که ما قبل از فرستادن بودجه با اونا میشینیم، اولویت ها را از قبل میبینیم، بعد از اون بر روز پروژه سازی میکنیم و بالاخره در خلال 9 ماه ما یک پروژه از قبل موافق توافق شده را به اونا پیشکش خود کردیم. والا سوال این که 70 میلیون دلار بازم برای کابل بانک؟ یک برداشتی کاملا نادرست از این موضوع وجود داره. اصلا این پول به کابل بانک نیست. اصلا این پول به سرمایه بانک مرکزی که کاهش پیدا کرده باید به اون اضافه شود. خب بازم اونم قرضه هایی است که حالا کابل بانک من میخوایم به این بیایم. مطابق به قانون، قانون بانکداری گفته شده که در به هر دلیلی که سرمایه بانک مرکزی کاهش پیدا میکنه، وزارت مالیه باید این سرمایه را دوباره پس پوره بکنه. این بار در به خاطر کابل بانک این کار شده، ولی اگر به هر دلیل دیگه کاهش پیدا بکنه این پول به اوج میره، یعنی پول ضایع نمیشه. پول را که ما میگیم 70 میلیون میره به بانک مرکزی به سرمایه اضافه میشه و وقتی که سرمایه بانک مرکزی خوبتر باشه در کنترل اسعار، در کنترل نرخ اسعار و در کنترل مبادلات صادرات و واردات به مراتب میتونه بهتر عمل بکنه و این به فایده همگی است. به هیچ صورت این برای کابل بانک و به مجرمین کابل بانک نیست که ما این را میخوایم که به تمام نماینده های مردم و به دوستایی که ما را میبینن امیره بگویم که اکثرا این مورد سوی تعبیر شده. و آقای صحیحون چند تا سوال است کوتاه اگر پاسخ بفرمایید که آقای مستور گفتن که
محافظه‌کارانه نیست این بودجه، مسئله که 70 میلیون برای کابل بانک و اینکه چه باید انجام بگیره از حالا که برای سالهای بعد این چنین جنجال‌ها و مشکلات پیش نبیاد. خب من عرض کردم که محافظه‌کارانه است به دلیلی که دولت افغانستان در حقیقت یک بودجه داره، ولی این بودجه را تطبیق کنندش بالاخره نهادهایی هستند که یا قراردادی هستند یا شرکای بالاخره کسان دیگه هستند که حالا اینجا بحث را زیاد نمیش گفتیم. این واقعیت هم رمیسته که خیلی عظمی وجوهی که در افغانستان به طور مثال وقتی که 80 درصد مثلا کمک های توسعه بازگشت کرده است، بله محافظه‌کارانه است. تمام کمک های جامعه بین‌المللی یک دولت راندخاری را به وجود آورده که جز متوجه کمک های بین‌المللی چیز دیگری از خود به اصطلاح توانایی و تبارز استعداد نمیتونه کرد. از این بابت محافظه‌کارانه است به معنی که پروژه های مختلفی را که سرک سازی، جاده سازی و انواع مکتب سازی باشه، اعوان انصار دستگاه های مختلفی را میگیرن، قرارداد میدن، بالاخره بر مکنت و ثروت اینمی افراد بالاخره افزوده میشه و از این بابت یک گردش ثروت و غارت و دارایی های عامه بالاخره در دست افراد متمرکز میشه. از این بابت 100 درصد بودجه محافظه‌کارانه است، به دلیل اینکه دستگاهی سیاسی کارآمدی وجود نداره که ایره بالاخره طور تنظیم بکنه و طور نظارت بکنه که دو منافع ملی و منافع مردم کاملا دو مزمیر باشن. و من بعضی گفتم وقتی که 75 میلیون دلار به دستگاهی مثلا امنیتی و دستگاهی دیگه اختصاص پیدا میکنه، دهنکجی واضح هست برای گداها و اینکه به کابل بانک است. به کابل بانک اساسا بعد من هم با آقای مسعود هم عقیده هستم که اساسا سرمایه بانک مرکزی یا دارایی بانک مرکزی وقتی که اختصاص پیدا می‌کنه و او توان مالی برای توان پرداخت و توان قرضدهی و سیالیت و به طور مثال توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود از یک طرف و از طرف دیگر توان، ولی با این رسوایی که حالا کابل بانک پشت سر دارم بس اون دیگه مسئله است. او یک مسئله کابل بانک یک مسئله جنایی، یک مسئله به اصطلاح خب این رب میگیره این 70 میلیون دلار با اون مسئله جنایی که حالا اون به باور من که او قضیه را باید طوری بررسی بکنیم که کسانی که در کابل بانک به هر دلیل متهم هستند یا متهم به اختلاس هستند، اونا باید دارایی مردم را بپردازند. و از طرف دیگر اگر بانک مرکزی به هر دلیل از ذخایر خود سیالیت طوری در بانک ها تزریق میکنه که او توانی پرداخت دارایی مردم داشته باشه و معاملات انجام بده، این به باور در اقتصاد کدام بدعت نیست. سپاسگزارم. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد و مصطفی مستور معاون وزارت مالی افغانستان از حضور هر دو شما. و چند ساعت پیش از مراسم سوگند باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن معاون وی به حامیانش در ایالت آیوا گفت: من از این که رئیس جمهوری آمریکا باشم مفتخرم. گفت جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اعلام این که رئیس جمهوری آمریکا باشد، هم میتواند به عنوان یک لغزش زبانی دیده شود و هم مقدمه بر مبارزات انتخاباتی در سال 2016. با این حال پسر بایدن با قطع سخنرانی پدرش به جمعیت شرکت کننده اعلام کرد که پدرش دچار لغزش زبانی شده است. بایدن که به دلیل گاف‌های گاه و بیگاهش در مبارزات انتخاباتی مشهور است، سخن خود را اصلاح و بار دیگر به سخنرانی ادامه داد و گفت: من از این که معاون رئیس جمهوری ایالات متحده باشم بسیار مفتخرم. این در حالی است که باراک اوباما امروز مراسم رسمی تحلیف دور دوم ریاست جمهوریش را با جشنی کوچک در کاخ سفید برگزار میکند. و سپاسگزارم از همراهی شما تا حالا. خدا نگهدار.